من هم در مقامی نیستم که به حق و ناحق بودن این مذهب و اون مذهب خوب کنم فتوا بدم. اما اینو میتونم بگم که من به صرف ادعای اون کاهن بودایی به برحق بودن بودیسم محال این بودم. چرا؟ تنها به این دلیل بسیار ساده که اون مذهبش از طریق بررسی مذاهب دیگه انتخاب نکرد، بلکه مذهبش بهش ارث دیده و آنها بدون منطق و بدون حق انتخاب پذیرفته. پس هیچ جهتی نداره ادعاش درست باشه. بودایی‌گریشو ارث برده و به این دلیل بسیار سست میگه دین بودا برحق. پس اگر در یک خانواده بت‌پرست متولد میشد و بت‌پرستی رو به ارث میبرد، میگفت بت‌پرستی برحق. حتی اگر یک لحظه هم قبول کنه که واقعا بودیست دین برحقی، با فرق آن بابای آن است. انسان زیشور فقط به چیزی اعتقاد نشون میده که خودش با تجربه منطقی خودش بهش دست یافته باشه، با تجربه عینی، علمی، عملی، قیاسی، فلسفی و با دخالت دادن همه شرایط و امکانات زمانی بکنه. انسان یه وجود متفکر منطقی است و لاجرم باید مغرورتر از آن باشد که احکام بسته‌بندی شده را بی دخالت مستقیم تعقل خود بپذیرد. پذیرفتن احکام و تعصب ورزیدن بر سر آنها توهین به شرف انسان بوده است. متاسفانه باید قبول کرد که ما بسیار چیزها را پذیرفته این فقط به این جهت که یک لحظه نرفتیم از بیرون از اون بالا اشتراک. جنگ و جدل‌های عقیدتی فقط بر سر این راه می‌افتد که هیچ یک از طرفین دعوا طالب رسیدن به حقیقت نیست، فقط می‌خواد عقیده صحیحش رو بپرسی بشه. و چنین جنگ و مرافعی درست به همین سبب حقیر و بی‌ارزش و اعتبار و خالصانکی و بدنامیز و در نهایت هم مقیوز کنند است. داریم تلفنی با ولایت صحبت می‌کنیم، طرف میگه 8 صبح، ما میگم 8 شبه و حتی راست. اما دعوا میشه چرا که یکدیگر رو به دروغگویی متهم میکنیم. او از پنجره بیرون نگاه میکنه، سرنم فریاد میزنه، با این آفتابی که داره میدرخشه چطور میکنه اجازه میدی من رو دست میدادی دروغ میگم بگیری؟ منم از پنجره بیرون نگاه میکنم، دادم در میاد که یار عجب، ببین هرمزاده چجوری داره من رو اشغل میکنه. و جنگ حیدر نعمتی شروع میشه، در صورتی که هیچ کدام ما دروغگو نیستیم، فقط کوتاه‌بینیم، فقط شرایط هم رو در دانش و تیزبینی نداریم و شرایط زمانی و مکانی را در استنتاجات و برداشت‌های سطحی که داریم دخالت نمی‌کنیم. آیا این توهین به منزلت انسان نیست که این چیز شگفت‌انگیز، این اسباب موسوم به مغز و سیستم فکری فقط و فقط بر عرصه خاک در تملک اوست و اومد گوسفندوار به دنبال احکام غالبا بیمارگونه می‌افته و این مفکره زیبای کنون و آفرین رو بلا استفاده میزونه و علاش حالت مقتله میسازه. کوتاه کنیم، بر اعماق اجتماع حرجی نیست اگر چنین و چنان بیاندیشه یا چنین و چنان عمل کنه، اما بر قشر دانش آموخته نگران سرنوشت خود و جامعه و صاحبان مغزهای قادر به تفکر حرج هست. بر آن دانشجوی محروم از آزادی که امکان بحث و جستجو بهش نمیدن حرجی نیست، اما بر شما که از امکان تفحص و مباحثه و بدنستونای فکری برخوردارید حرج هست، به ویژه که شما کنار جویید نمی کنید، به منچه نمی مردمی پوشایید و مسئولیت می کنید. پس بر شماست به جامعهی که امکان تفکر منطقی ازش سلب شده عمیقاً به جای اون جامعه شما منطقی پیدا کنید. خب اون پرسش نگران کننده من که اول عرضم خدمتون گفتم اینه: شما جوانها که مردمی شریفید، از سرشتی ویژه‌اید، در بند نام و نام نیستید، تنها سود و سلامت جامعه رو میخواهید و جان در سر عقیده میکنید، کجای کنید؟ چه برنامه‌ای در دست دارید؟ چه میخواهید؟ کسی به این پرسش دردناک من پاسخی نداده است. شما به خودتان چه جواب میدید؟ اگر دل کوچکتان نمیشکند، خود من بگویم، گمان کنم جواب این باشد که چون فردا شود فکر فردا کنم. فقط برای
تو متاسف. از این سوال هم میگذارم و سوال دیگری، سوال نرمتری مطرح میکنم. فردا چه میباید بکنم؟ آیا شما از خود چیزی ساخته اید که فردا به کاری بیاید؟ با نظری انتقادی در خود نگاه کرده اید که ببینید زیر سازی فکریتان در چه حال است؟ بسیاری از فرزندان ملت ما که در خارج از کشور تحصیل میکنند هنگام خروج از ایران به دو دلیل کاملا روشن زیر ساخت فکری سالم ندارد. نخست به این دلیل که اصولا در سنینی نیستند که مسائل فرهنگی و هویت ملی برایشان مطرح بوده باشه یا از شرایط اجتماعی و تنمان آگاهی های لازم به دست آورده باشه. و دوم به این دلیل که اگر هم به این مسائل توجهی نشان میدادند فضای سیاسی کشور فضایی نبوده است که در آن آزادانه توانسته باشند راجع به این مسائل اندیشه و بررسی کنند. یکی این که رژیم امکان دستیابی به منابع چنین تحقیقات و تطبعات کارسازی، یکی این که امکان دستیابی به منابع چنین تحقیقات و تطبعات کارسازی در میان نبوده، دیگر این که آمارها و اطلاعاتی که در دست از گذاشته می شود مطلقا قابل اعتماد نیست. به قولی دروغ بر سه نوع: دروغ کوچولو، دروغ بزرگ، آمار. حتی جامعه شناسان ما از حقایق جامعهمون آگاهی‌های درستی ندارد. پس کاملا طبیعی است که غالب جوانان ما هنگام خروج از کشور مانند ترکه نازکی که از درختی بچینند هیچ ریشه‌ای با خود نداشته باشد. اگر منی در این سن و سال ناگزیر به جلای وطن شود به هر حال ریشه‌هایش با خود می‌آورد، اما دانشجوی جوان یک قلمه بیش نیست، نهال نازکی است که تازه از درخت بریدند و در این خاک غربت نشان کردند و ناگزیر ریشه ای که میگیره از این آب و خاک گیرم ریشه میکنه، اما در خاکی که مالی نیست و فردا که به وطن برگرده ریشه ای با خود میبره که بدلی و قلابی است، با جغرافیای فرهنگی بود بیگانه است و با آن نمیخواد. من از ته قلب امیدوارم در این قضاوت خود درست 180 درجه به خطا رفته باشم، اما تا آنجا که با اجتماعات دانشجویی خارج از کشور تماس داشتم و به چشم دیدم در ایشان چندان دغدغه‌ای نسبت به این موضوع بسیار حساس احساس نکردم. دوستان بسیاری را دیدم که ظاهراً محیط ایرانی دارند، البته به خیال خودشون، یعنی قرب سبزی میخورن، با دنبک رنگ روحوزی میزنن، رقص بابا کرم و به رقصهای کابالهی ترجیح میدن، یا اگر اعتقادات مذهبی دارن نماز میکنن، روزه میگیرن، نسبت به چگونگی ضد گوشتی که میخورن حساسیت فراغون نشون میدن، پاره از آنها اصلا خوردن گوش رو میذارن کنار و اگه نشه چادر سر کنن به چهارت میسازن، با مادرزن و برادرزن و خواهرزن و زن برادرشون زیر یه سقف زندگی میکنن و برای میگم گمان باطل هست که چون سفره غذا رو روی زمین میگسترن فرهنگ ملیشان را حفظ کردن و ایرانی باقی موندن، عادت را با فرهنگ اشتباه میکنن و خود را پلید میدن چون یادشون رفتی که آقازادشان حتی زبان مادریشان بلدی است و از فارسی احتمالا فقط کلمه فلسطوب در یاد گرفته که معنیش هم نمیدونه و تاجه با لحجه آمریکایی هم چیزی که برده هشت لحبی از آمده بلد کارد. من متاسفانه تحصیل کردگان جهاندیده بسیاری را دیدم که از فردای کشور ما هیچ دقیقی به دل ندارد. تحصیل کردگان زیادی را دیدم که فردا چون به وطن برگردن به وجود بیگانه ای خواهند بود در حد یک مستشار خارجی، بی هیچ آشنایی با فرهنگ ایرانی خود، بی هیچ آشنایی با تاریخ خود، با ادبیات خود، با هنر خود، با وجودی تک بعدی و فاقد خلاقیت که در بهترین شرایط یه ماشین رو بس در اینجا که وطنش نیست بیگانه است، در اونجا هم که وطنش رسیدن به درجه تخصص در فلان یا بهمان رشته به هیچ وجه مفهومش صاحب فرهنگ شدن و هویت فرهنگی یافتن نیست. و سوال آزاردهندهی که مدام برای من مطرح میشه اینه که فردا وطن ما به فرد این جوانان تحصیل کرده
نیاز خواهد داشت. آیا فردا که این جوانان به وطن مراجعه کنند تنها لیسانس و دکترا و فوق دکترا یا گواهینامه فلان یا بهمان رشته علمی که به دست آوردن برای پاسخگویی به اون همه نیازهایی که داریم کافی خواهد بود؟ به آخر حرفهایم رسیدم. خوشحالیگی منم قطعا خستتان کرده، اما بگذارید دوستان یک بار دیگر به مطلبی که پیش از این گفتم برگردم. انسان از این فضای مختنق که رها میشه با اولین احساسی که از آزادی فکر عقیده به شخص میده به هیجان در میاد و این همیز بسیار قوی احساس این که انسان میتونه بدون وحشت از تعقیب مأموران دستگاه تفتیش عقاید با اعتماد و استقلال و اختیار تام و تمام برای خودش عقیده و نظریه اختیار کنه احساسی سخت شوره میده. این احساس اما گاه میتونه باعث لرزش بشه. این احساس اما گاه سبب میشه که ما بدون تفکر و تعمق نخستین عقیده ای رو که بر سر راهمون قرار گرفت بپذیریم، یعنی به طرزی مطلق و مجرد و فارغ از این اندیشه که این عقیده در شرایط اقلیمی و فرهنگی ایران کاربردی هم داره یا نه. من باید این احتمال رو قبول کنم که فلان یا بهمان عقیده رو در کمال حسن نیت و منتها با چشم بسته پذیرم. پس نباید نسبت آن تعصب خوش نشان بده. باید این احتمال را بپذیرم که شاید دیگران نیز در شرایطی مشابه من به اعتقاداتی دست یافتند. پس عاقلانه نیست که با آنها جدا سری به دشمنی ساز کنم، زیرا نتیجه این تعصب ورزیدن و لجاج به خرج دادن چیزی جز شاخه شاخه شدن نیست، چیزی جز تجزیه شدن، خرد شدن، تفکیک شدن، ضرب پذیر شدن، خسته های پراکنده ناتوان ساختن و از واقعیت ها پرت موندن. هر که از ما نیست بر ماست شعار احمقانه بود که سر و دندانش چوبش را خوردن. ما حق نداریم که این طرز تفکری داشته باشیم. ما حق نداریم از تئوری هامون دوگی بسازیم و به آیه های کتاب سیاسی ما ایمان مذهبی پیدا کنیم و تعصب جاهلانه ببرد. و ما فرض است که چیزی را که درست انگاشته ایم در محیطی کاملا دموکراتیک در فضای آگاه و تعصبات آگاه در تعصبات شخص